اتهامات استراق سمع مکالمات تلفنی و ارتباط اینترنتی رهبران جهان از سوی اداره امنیت ملی آمریکا خشم متحدان این کشور در اروپا و جاهای دیگر را برانگیخت. شرکت‌های اینترنتی مستقر در ایالات متحده مثل یاهو و گوگل نیز از بهره برداری مخفیانه اداره امنیت ملی از طریق معلومات این شرکت‌ها ناراحت شده اند. کیت الکساندر، جنرال نظامی و رئیس اداره امنیت ملی، اوایل سال آینده بازنشسته خواهد شد و جایگزین وی نیاز به بازگرداندن اعتماد این سازمان دارد. یک مشاور سابق رئیس FBI و اکنون شریک یک اداره حقوقی به نام هنتن ان ویلیامز می گوید پس مهم است که رئیس اداره امنیت ملی قادر به ایجاد روابط و اعتماد با رهبران خارجی و متحدان و همتایان خود در سازمان های جاسوسی و استخباراتی خارج از کشور باشد، اما به همکاری سازمان و همکاری رهبران این سازمان ها. الکساندر قبل از آن که ادوارد سنودن، قراردادی سابق امنیت ملی، اسناد محرمانه برنامه‌های نظارتی را افشا نماید، در نظر داشت بازنشسته شود. اما تصدی او در خاطره ها باقی خواهد ماند. جیمز اندرو لوئیس، یک عضو ارشد در مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن، میگوید الکساندر به طور گسترده در این مقام، در حالی که رهبری اداره جاسوسی نظامی و فرماندهی نظارت بر تهدیدهای اینترنتی را بنیاد و رهبری کرده است، از احترام خاص برخوردار است. من از همه پرسیدم، میدانید پس از سنودن چی اتفاقی با الکساندر رخ خواهد داد؟ و پاسخی که از مقامات ارشد حکومت و جمهوری خواهان به دست آوردم این است که میگویند او غیر قابل تعویض است. ویلیام بینی از مقامات سابق امنیت ملی ایالات متحده میگوید جاسوسی نقض قانون اساسی ایالات متحده است. این مزخرف است. مزخرف ماست. بینی انتظار ندارد رهبر بعدی اداره امنیت ملی جاسوسی روی اینترنت و تلفن را منع کند. من باور نمی کنم که چیز تغییر کند، مگر اینکه آنها این سیاست را و آنچه را که در امنیت ملی انجام می دهند تغییر دهند. پالتیو نیز انتظار دارد نظارت بر همه آنها ادامه داشته باشد. مأموریت آنها از این قرار است: جمع‌آوری معلومات در مورد روابط دهشت‌افکنی، استخبارات در قسمت بازیگران خارجی و تهدید اینترنتی. برخی از مردم خواستار رهبران جداگانه برای اداره امنیت ملی و فرماندهی سایبر شده اند. آنها می گویند الکساندر با نگه داشتن دو مقام قدرت بیشتر خواهد داشت. در هر صورت انتخاب براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای رهبری اداره امنیت ملی و فرماندهی اداره در امور تهدیدهای اینترنتی نیاز به همکاری نزدیک با کانگرس و متحدان آمریکا دارد. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.